عزیز تلویزیون ای2 در سراسر جهان، من پرویز میمونی هستم، مطابق معمول بعد از ظهرهای دوشنبه و چهارشنبه به وقت واشنگتن از ساعت 6:30 تا 8 در خدمتتون عزیزان هستم. امروز که این برنامه خدمتتون تقدیم میکنم، چهارشنبه 18 اوت، 18 شهریور ماه 2594 هخامنشی است و برابر است با 8 اوت یا آگست 2015. تلفن این برنامه من میگم چندین بار روی تلویزیون هست، بعضی میگن کم رنگ نوشته شده، اگه آقای میگم لطف کنن یه ذره بکگراندش کاری کنن که بهتر دیده بشه ممنون میشم. در حال هستش 281-835-3063، یه بار دیگه میگم 281-835-3063. هر لحظه زنگ بزنید میتونید بیاید رو خط صحبت کنید و یا میتونید وقتی که من در استودیو نیستم زنگ بزنید و پیغام بذارید. این برنامه روزه چهارشنبه رو خب آقای امید امیدوار لطف میکنن از اتاق فرمان در واشنگتن میفرستن، از طریق ای2 چنل همه میبینن و ضمناً آقای ناصر توکلی دوست از اون که مدیر رادیو ایران هیوستن تگزاس هستن اینو مستقیماً همزمان پخش میکنن. بخواید این رادیو گوش بدید باید برید www.kyalamat.radio و چون رادیو ایران هیوستن تگزاس هست پس برمانه rihd.co/com بگیرید. الو آقای سلام، درزه هستم. کوشی داشته باشی کوشی آخه من پشت خط که نیستم از ما سوال کنم. آقای سوربی هستن که خیلی خوش آقای سوربی خیلی خوش آمدید، لطف کنید من در خدمت شما هستم، صدا تو خط پخش میشه. خیلی ممنون، من میخواستم راجع به میکروفون بگم اگه میشه نزدیکتر باشه، بس تصویر و صدا و نوشته و اینا همه خوبه. فکر کنم شما تاریخ ها اشتباه گفتید، امروز 9 سپتامبر فکر کنم نمونه آگوش مگه نیست سپتامبر درست میگید شما درست میگید شما گفتید هشتمه آگوش. آره هشتمه سپتامبر. ولی ممنون آقای امیدوار این چیزها رو درست کرده، شما رو اینا همه چی پیداست، تصویرم خیلی خوب، صدام خوب، من دارم زبط کنم و هر روز هم از دوزو من رو پرک میشه روی یوتیوب هم گذاشته میشه. مرسی، خیلی متشکرم، سپاسگزارم. ممنون، خدا نگهدار. خدا نگهدار ما نمیشه. بله خیلی متشکرم آقای سوربی، اصلاح کردم من تاریخ رو درست کردم. برحال آقای ناصر توکلی و آقای پارسا سوربی هم روی مردم تیوی این برنامه رو همزمان پخش میکنن و زمان برنامهش که ضبط میکنن تو در وسط هفته و روزهای تعطیل هم این برنامه رو میذارن. خب من درباره این توافق اتمی که بین ایران و 5 علاوه 1 انجام شده جنجال های زیادی رافته، البته در ایران جنجال ها همه ظاهریه،
چون که این نفر به من آقای خامنه‌ای هر چی بگه اون جنجالا تمام میشه. آخر سر میگه حکم حکومتی است تمام تو برفت. یه نفر پیدا میشه که بدونی که از مردم رأی گرفته شد. واقعا بیم واقعیت بگیم آقای خامنه‌ای همه مردم به اشتباه رفتن گفتن ما همه سرباز استوریم. خامنه‌ای از میدون فروزیه تا میدون شریعت خیابان ها اصلی فرید پر آدم بود. یعنی رفتن گفتن رای بدم رای بودن. ولی آقای خامنه‌ای کسی بهش رای نداده. خودش گفته من رهبرم. حالا هرچی بگه همون اتفاق خواهد افتاد. ولی در اروپا که همه قبول کردن این توافق رو و حتی شرکت هایی که جز تحریم اروپا بودن همه دونه دونه تحریم در اومدن و شروع به فعالیت کردن. اما در امریکا یک آقای به نام آقای نتانیاهو میخواد همه اصلا میخواد آقای اوباما رو کار رو کنار کنه. میگه چرا؟ چون که من نخست وزیر اسرائیل هم من میخواد تو که رئیس جمهور امریکایی به نظره در کار رو کنار. میگه از کار رو کنار میکنم اگر آقای اوباما اینو برای مجلس بعد میشه دو سوم سنا بهش مخالف بشن دیگه بهتران نمی کنی. یعنی مجبور آقای اوباما بگی من اشتباه کردم این قرار دادم تو کردم پس میگیرم. خب این چقدر بد برای امریکا و چقدر بد برای آقای اوباما خواهد بود. و این کاره همه از یه نفر سرچشمه میگوی به نام آقای نتانیاهو. ما دو تا رهبر در خاورمیانه یکی آقای خامنه‌ای است که میگه من میزنم تو دهنه امریکا، یکی آقای نتانیاهو است که میزنم تو دهنه جنوب. من اینا البته آقای خامنه‌ای به زور اومده در ایران مسلط شده ولی آقای نتانیاهو مردم اسرائیل بهش رای داده. من واقعا حیرانم که چرا مردم اسرائیل به این همچه آدمی که اینقدر از خود راضی رای دادن. من چون که عده از سناتورها کلیمی هستم و عده من لابی کلیمی لابی دارم که من به این صورت رو مختلف حل میکنم. من بیام ببخشید من بیام سناتور رو دعوت کنم ببرم اسرائیل ببرم مهمونی بدم سخنرانی بدم به رسولها پول بدم بگویم بگم نویسم بگم پول بدم که در حال این حسن هم تا مهم یارگیری کنم و هی یک کار کنم که میشه دو سوم سنا با این کار مخالفت کنم و این کار بسیار غیر منطقی است. اصلا نمیخوام بگم کار زشته، غیر منطقی. آخه تو رئیس جمهور بکر، تو نخست وزیر اسرائیلی، تو نخست وزیر دنیا که نیستی، که مقام جهانی که نداری، که نخست وزیر یک کشوری رای دادن شده نخست وزیر. آی خامنه‌ای هم رئیس یک کشوره، به زور شده رئیس یک کشور. هیچ کدومتون در اینجا هم نمیتونید تکلیف معلوم کنید. ببینید من جلسه پیش بحث بود بر سر مطالب مختلفی بحث شد. من یه مطالبی رو گفتم به طور خلاصه تکرار میکنم و بعد عده زیاد اومدن بخم. من ابتدای مقدمه گفتم بودم که مردمان سوئد و نروژ و فنلاند و دانمارک میگن که این وایکینگ ها که آدم کش بودن، قاتل بودن، قارتگر بودن، اسیر میگرفتن، اینا هم ما بهشون احترام میداریم. چرا احترام میداریم؟ برای که اون زمان رسم دنیا همین کاره بود، آدم کشی و اسیرگیری و قارت کردن بود. ولذا این اجداد ما بهترین در زمان خودتون هم بهترین قارتگران، بهترین آدم کشان، بهترین اسیرگیران. در فرانسه آقای ناپلئون بناپارت بسیار آدم کشته، که توی مصر آدم کشته، ناجوان مردان آدم کشته. بزرگان مصر گفته بفهمید توی محل مسجد یا اسم مسجد الان شاید مسجد الاثر بود، نمیدونم دقیقا. توی مسجد گفته بیاید اونجا این را که من میگم کتاب مجاز جنایت و مکافات آقای شجاعالدین شفا اون تو ذکر شده. من تسلط ندارم بگم صفحه و خطش کجاست، ولی اون توه. در اونجا ببینید من که نمیتونم به شما بگم فرض کنیم که آقای شنونده خانم شنونده برو اون کتابی بخون،
ولی میتونم بگم تو اون کتاب این نوشته شده، این مهمه. وگرنه به این که آقا بریم بگیم فلان کتاب بخون، بعد یه نفرم بگی که آقا به تو گفتم برو فلان کتاب بخون، تو گفتم نمیخونم، معلومه که نمیخونم، مگر من چقدر وقت دارم؟ من گفتم اقلا مال یه کتاب میگیرم میخونم، خوب اون کتابی که به نظرم جالب میاد روزه، حالا من برم دارت و معارف نمیدونم فلان مسکو رو بگیرم بخونم، خب چند سال عمرم رو صرف کنم اون بخونم؟ آقا شما که از ادعا میکنید اون توه، به من بگو آقا این توه فلان کتاب نوشته شده فلان، مثل الان من میگم در کتاب جنایت مکافات آقای شجاعت شفا نوشته شده که ناپلئون در مصر وقتی که دید سرانه مصر باش تبعیت نمی کنند، همه بزرگان مصر رو دعوت کرد توی مسجدی، بعد برای مسجد بست سربازهایی که رو پشت اومدن شروع کردن تیراندازی مردم و همه رو کشتن. در خود پاریس، این البته از قولیشون دیگه نمیگم در این کتاب، در خود پاریس وقتی که مردم به مجلس بعد از انقلاب به مجلس حمله کردن، سران مجلس میخواستن یه جنرالی که جلوی حرکت مردم هجوم مردم رو که چند تا جنرالی گنده تر ناپلئون قبول نکردم مردم تیراندازی کنم، ناپلئون گفت من این کار میکنم و به اون افراد خودش گفت جلو مردم بشینید و تا گفتم شلیک کنم و شلیک کردم. خب اونایی که میخواستن هجوم کنم مجلس یه سریشون کشته شدن، یه سریشون فرار کردن. در روسیه چقدر دلیلی داشته بری مسکو، رفت اونجا و بعد در واقع از سرما و شبیخون هایی که بهش میزدن به حالت فرار کرد اومد پاریس و سربازا جوان های 20 ساله 19 ساله 22 ساله فرانسوی را در راه گذاشت که کشته شدن. همچی کسی به احترام شدن، همه خیابون ها نمیدونم کارخونه ها تیمه های مردشی فلان به اسم ناپلئونه، در تمام جهان این آثارش هست. همه کشورها به گذشته خودشون افتخار میکنن. ببینید ما گذشتمون افتخارآمیز هست، باید افتخار کنیم. ببینید هیچ وقت ما نمیتونیم بگیم آها نادرشاه دستاشو با صابون نمیشست. خب نمیشست، نادرشاه این نفر کشت، آها صد نفر کشت، هزار نفر کشت. اون زمان رسم بر کشتار بود. رم میخوام ببینم اگه بتونم من این بنایش تاریخی شهر رو اون وارد میارم اینجا روم. ببینید این بنای مشهور شهر رومه که توریستی همه توریستا میرن میبینن امیدوارم بتونم به شما پر. ببینید این بنا هست، ما لازم کنید یک قسمتش خراب شده، قسمتی مونده، یک دایره‌وار هست، یک بنای گرد آمفی‌تئاتر ماننده. خب این بنا چی بوده؟ این بنا این بوده که مردم روم اونجا جمع میشنن و آدم ها رو، مسیحی‌ها رو میندختن جلوی شیرهای گرسنه، شیرهای گرسنه آدم های مسیحی رو پاره میکنن و اون سران روم لذت میبردن. آخه ما در ایران یک همچی کاری داریم؟ تاریخ ما همچی چیزی نشون میده؟ این بنا ما تخت جمشید داریم، از این قدیمی تره، چندین صد سال، چند صد سال از این بناش قدیمی تره و در اونجا همش مرکز هدیه و محبت و لبخند و اصلا در اونجا کسی نمیده که توی نقشه مثلا فرض کنید یه نفر با چاقو به یکی با خنجر به یکی حمله کرده یا با شمشیر به کسی حمله کرده شد، همه لبخند و مهربونیه. اینجا
بعد که خود امپراتور مسیح شد، بعد اومدن گفتن آدم ها رو بندازیم جلو هم، آدم ها رو بندازیم جلو که هم دیگر بزنن اقدر تا بکشن. خب این وحشیگری نیست؟ در ایران ما کی هم چیزی دون؟ ببینید من ازت شما میپرسم، کدوم چند تا کشور در جهان سراغ دارید که از پادشاه اون کشور در کتاب مقدس یهودی ها ذکر شده باشه؟ فقط کینگ سایرس یعنی کوروش که اسمش اینجا ذکر شده، و خشایرسا که اسمش ذکر شده، و داریوش که ذکر شده. خب کدوم پادشاه های دیگه در اون کتاب ذکر شده؟ ببینی یه زمانی ایران، یک زمانی ایران بزرگترین قدرت دنیا بوده، بعد اینکه بابل رو میگیره ایران بزرگترین قدرت دنیا میشه، بعد کم کم یونان میاد، یونان میشه رقیب ایران، یعنی دنیا متمدن به دو بخش بوده، یکی ایران یکی یونان. یونانی ها کارشون رو با بردهداری پیش میبرن. ببینید اون همه اون فیلسوفای یونانی نمیدن، سقراط، افلاطون، ارسطو در کتابشون نوشتن چجوری با برده ها رفتار کنید. بهشون زیادی غذا ندید چاق میشن، کمم غذا ندید که نمیتونن کار کنن، شلاق هم بهشون بزنید چون خوب کار کنن، اما زیادی نزنید چون ممکنه ناقص بشن. همه اینا دستورش نوشته. خب این کشوری که بنیادش بر برده داریه، خب ما که وقتی که در تخت جمشید کار میکردن به کارگره همه صورت هست که موز میدادن، خب ما باید افتخار کنیم به سابقه تاریخی کشور خودمون. همون مجه سعودیه که به بایکینگ افتخار میکنن، اونش میگه اینا آدم کش بودن، که میگن در زمانی که آدم کشی رسم بوده اینا بکردن آدم کشا بودن. حالا اگر فرض کنیم که یک پادشاه ایران خودش به دست خودش کله یه نفر هستنش جدا کرده، وقتی پادشاه هم میگه ست تا کله رو جدا میکنن، پس ما میگه پادشاه ایران خوبه دیگه، بگه این زمان کشتن رسم بوده، مخالفان رو میکشتن. من میگم ما یک نمیخوایم بگیم که آقا مثلا یعقوب لیث صفار ناخونهاش رو پاش مانیکور میکرده پدیکور میکرده، نمیدونم موهاش اینجوری میزده، همون اینجوری میرفته بلن، نه. حالا ایران از سلطه عرب نجات داد، این افتخار ماست. حالا میشه ها میگه جوانیش دوز بوده، خب دوز بوده که بوده جو آقای ما نتیجه کارش میخواد، نتیجه کارش نجات دادن ایران از سلطه عرب ها بود. ببینید این که بیرون روی برنامه تلویزیونی بودید، این جلسه من اینها رو گفتم، بعد اونجوری ادامه دادم، گفتم اونایی که به تاریخ ایران به احترام نگاه میکنن، میخواد خراب کنن، یا رسوبات مکهی دارن، طرفدار مذهب و دین هستن، اینا خب طبیعیست که مثلا ناگفت و افشار رو که گستش که آقا بشین شیعه و سنی یکیش رو انتخاب کنید، وگرنه این آخونده شیعه و سنی نتونید انتخاب کنید یا میکنشم تو. خب طبیعیست که مذهبی از این کار خودشون میاد، طبیعیست که از کریم خانه زند خودشون میاد، برای که خری دجال و مسخره میکرد، میگو من چیگه خری اگر ادرار کنه سه شما رو میبرسه، یه خری که از پیشونیش تا آخر بدنش هشت فرسخه و عرض چهار فرسخه. خب این اگه ادرار کنه شما سه میشه شما رو میبرد، خب این مسخره میکنه دیگه، میگه هر فکر شما میکنه مسخره است. خب طبیعیست که از این خوششون میاد، پس اونایی که از گذشته ایران خوششون میاد، یا میگم یک رسوم مکه ای دارن، طبیعیست که از مولوی خوششون میاد که میگه ماز قرآن مغز رو برداشتیم بقیهش رو برای خراب رو داشتیم. خب معلومه که اونا خوششون میاد، نه یا
از حافظ که میگه همه آخوندا کارشون به ریا و تزویره یارب قدم مدار که در دکان تزویر ریا بکشانن، در میخانه ببستن، خدایا مگذار که در خانه ریا آخوندا رو باز کنن. خب معلوم که از این خوشی نمیاد مکه یا رسوبات مکه، اما یه سری رسوبات مسکویی دارن. ببینید ممکن من رسوب مسکویی داشتم پاکش کردم، ممکن رسوب مسکویی داشتم هنوزم دارم نتونستم پاکش کنم، اینقدر تلقین شده رفته این تو که نمیتونم پاکش کنم. خب اینا میگن حافظ و سعدی و مولوی آشغال نیمایوشیک بزرگترین شاعر دنیاست، بلکه تو به این بده. خب اینا میگن اصلا مثلا فرض کنیم که انوشی روان و نمیدونم ملک شاه سلجوقی اینا رو بی خود بودن، ما فقط باید بدیم از مارکس هر چی میگه این درسته. خب اینا با افتخارات ایران بدی دارن، یا یک کسی که انقدر خودشو بزرگ میدونه، انقدر خودشو در علوم مختلف یا علوم اجتماعی یا علوم مثلا فرض کنید قانون اداره کشور امور سیاسی اینقدر بالا میدونه که میگه بابا کورش که ولش کن، رئیس که ولش کن، انوشیروان که ولش کن، یعقوب ولش کن، رضا شاه ولش کن، محمد رضا شاه ولش کن، فقط من. خب اینا به گذشته ایران به مسخره نگاه میکنه. و چهارمین گروه اونها این که از جای پول گرفتن. حالا این پول ممکنه که همینطور که پول ندارم، ببینید من اول یه برنامه تلویزیونی دارم، آقای امید امیدوار این ساعت رو ارائه دادن و در مقابل این ساعت که من لطف کردم این ساعت رو دادن، من یه کمک مختصری به تلویزیون میکنم. پس بنابراین در یک راه هدفهای خودم که هدفهای خودم به نظر من یا هدفهای خودم که من که تنهایی که کاری نیستم، که همونطور که مجله بیداری نوشته بود که مثلا یه دی زیادی دارن کار میکنن، یه دی زیادی کار کردن جونش گذاشتن یا مردن یا جونشون گذاشتن، مثل فریدون فرخزاد جونش گذاشت در راه در اون راهش. فریدون فرخزاد میرفت این کتاب های مذهبی رو میخوند، میآورد جون شوهاش تعریف میکرد، من خودم به گوشه های چشه های خودم دیدم، گفت فلان کتاب مذهبی با هارولندار و هیئت المتقین اینا مال زمان صفاقی است که اصول فقه شیعه است، مال باقر مجلسی اینا رو نوشته، نوشته که در فلان جاش فرخزاد میگفت، گفت در فلان جاش نوشته که اگر زلزله شد تو از طبقه دوم افتادی رو عمت. بعد فرخزاد نوعی بیتربیت گوه آلمانسن راست بوده، اما هم ما کرده بوده، تو رفتی افتادی اون رفته اون تو، حالا که رفته تو به جه که تا فهمیدی روی احمد افتادی روی پاشی آخش آخش کردی و کار تموم شده، حالا بچه که به دنیا میاد هر امزاده سوی حلال دادن. آخه اینا چیه که تو این من دوباره زخرفات چیه که شما نوشتی؟ خب این میگفت کشتنش، شایان کابیانی میگفت سر به نیست شد، دیگران میگن امیدوارم که هیچ کنونشون برایشون مشکل پیش نیاد. ببینید من داشتم این گفتم که من در راه یک خط فکری دارم کار. الان با آقای دکتر نصر احمدی پشت تلفن حرف میزدم، گفتم از شما دعوت بکنم بیارم تو خط، بعد قرار شد با هم هفته دیگه بیارمش. گفتم آقای نصر احمدی من شما رو دوست دارم، ایشون به من میگه منم تو رو دوست دارم، خب ولی من یک راه میدم، اگه شما بخواید مخالف اون راه برید خب با هم که نمیتونم هم کاری کنم، من میخوام خونه رو بسازم شما میخوای خراب کنید، یا برعکس منظورم این نیست که من سازندم شما خراب کنید، نه شما سازنده من میخوام خراب کنم، خب با هم نمیتونیم کار کنیم، شما میخوای آجر بزنی آجر بزنی هم میخوام آجر بندازم زمین، پس همکاری نمیشه کرد. حالا اگر ایشون مثلا به اینا فرض زنگ بزنن مثلا فرض کنید که ماهی 300 دلار به من کمک کنن، یعنی من زندگی رو به 300 دلار میفروشم؟ یعنی رسانه داری، یعنی مثلا فرض کنید که همین آقای امیدوار یک آقای بود به نام ستوده، خیلی جوان با سوادی بود، یک نشریه هم گویه در کانادا منتشر میکنن به نام روشنگر، یه همچه اسمی. خب همش میخواد توی برنامهش همه کمونیستی تعریف کنه،
آخه این کمونیستی رو تو شوروی بعد از 70 سال تجربه نداد، خراب شد، تو چین تبدیل به سرمایه‌داری شد، تو کوبا یواش‌یواش داره تبدیل به سرمایه‌داری میشه، تو همه کشور کمونیستی ها بین رفت، نتیجه نداد. در طول تاریخ بشر خیلی سیستم های اجتماعی اومده برای مدتی کار کردن، نتیجه نداده. آقای مانی هم، آقای مزدک هم اومد گفتش که هم باره غله رو به مردم قسمت کنیم، زن ها هم باید بخ بشن، یا خودمون در این کار پیش رفت، نتیجه نداد، کشته شد. دلیل نمیشه که چیزی اومد که اون رسوب بمونه تو کله من. آقا همینطور بگم وقتی نتیجه نداد ولش میکنه دیگه. حالا اون آقای سوزیده توی تلویزیون اینچو بود، بعد آقای امیدوار دید به جایی که مثلا برنامه گذار باشه داره یه مرام خاصی رو تبلیغ میکنه، خب کل این کمک میکرد به تلویزیون، آقای امیدوار قطعش کرد. خب طبیعی است که منم همینطورم. اگه یه نفر اگه من برای این باشم که هر کی پول میده، حالا من نه، یک صاحب تلویزیون، اگه من آقای این باشه که هر کی پول میده اون بهش وقت بده، خب اون دکونه بقالی داره، منظورم یعنی خرید فروش میکنه، یعنی اون یه خط سیاسی خاصی رو دنبال نمیکنه، اون خرید فروش میکنه. امروز این کالا ارزونه میخره، فردا که میشد میفروش، یا همون زمان ارزونتر خریده گرونتر فروخته. این برنامه میره یا سماواتی رو داشتیم اونجا، یادشون بخیر، سالهای سال در شهر هوستون آقای مظفر سماواتی مدت ها رئیس رادیو بودن، البته آقای ناصر توکلی هم همون زمان اداره میکنن رادیو، رویان میگفتش که میدونی من حاضرم، یه نفر زنگ زده میگه من پول میدم برنامه میگیرم میخوام برای اسلام تبلیغ کنم، من میگم حاضرم پول بده برنامه میدم برای اسلام تبلیغ بکن، ولی خط باز باشه، هر کی زنگ زد جوابشو بده. یه رو گفته نه من خط باز نمیکنم. گفت خط باز میکنی پس من نمیذارم بیای اینجا، هر چقدر هم بگی من قبول نمیکنم. خب اینجوری دیگه. بعد حالا بحث شد دیگه، اینم من بگم، مثلا فرض کنیم که اگر در بحثی انجام میشه مثلا دو تا شخصیت شناخته شده اجتماعی میان رو خط که همه اینا رو بشناسن، یکی بگه آقا تو نمیدونی که مثلا سبزوار جنوب خراسان رضویه، تو نمیدونستی ها، یا تو نمیدونستی که نیشابور اسم فارسیه، یا تو نمیدونستی اصفهان اصلا اکلیت اسم چیه، این میدونستی نمیدونستی میتونیم با هم بحث کنیم، درسته؟ اما همینطوری اینجوری بگیم یک کمی معمول نیست. حالا چجوری بگم، حالا من یه چیزی رو بحث رو یک مقدار عوض کنیم. نوشته که وزارت ارشاد ایران با انتشار بازی کامپیوتری ضد عربی واکنش نشان داد. با هم میخونیم، وزارت ارشاد ایران به انتشار بازی کامپیوتری ضد عربی واکنش نشان داد. این رو که من میخونم اجازه بدید که بگم از کجا هست، از مجله راه زندگی و شماره 1322. این میخونم براتون، حالا من اجازه بدید که همینطور براتون بگم. ببینید یک بازی کامپیوتری درست کرده، مثلا بازی که هستش بچه ها بازی میکنن، بزرگ ها بازی میکنن، که این بازی من البته نیدم بازیش چجوریه، ولی این بازی یه جوری ضد عربیه، یعنی به عربا توهین میشه توش. وزارت ارشاد گفته هر سایتی که این بازی رو گذاشته چون اون سایت فیلتر میکنن و نمیذارم که این کار بشه، و کار بسیار درستی کرده وزارت ارشاد. ما به همسایگانمون توهین کنیم هیچ سودی نمیبریم، بگیم که این رژیم اسلامی مرتب به همسایگانش توهین میکنه، ولی در این مورد کار خوبی کرده. ما یک شاهی داشتیم که با همه همسایگان دوستی داشت، یه با همسایش عراق
با صدام حسین اختلاف داشت، که اون اختلاف هم بالاخره به دوستی به منجر شد و در الجزایر با هم صلح کردن. اون موقع آقای صدام حسین معاون حسن البکر بود، در واقع حسن البکر و آقای محمد رضا شاه صلح کردن و آقای صدام حسین به عنوان معاون رئیس جمهور اون قرارداد رو امضا کرد. ما همه دوست بودیم، پاکستان، هند، افغانستان، نمیدونم عراق، بحرین، همه کشورها رژیم اسلامی به همه دشمنه. من نمیدونم این چی میخواد، من نمیدونم آخه میخواد اسلام عزیز ریت بخوره. آقای خمینی میگفت مواظبه که اسلام عزیز سیلی نخوره. بابا سیلی خورد وقتی که داعش آدم ها رو میگیره کلشون میبره، اسلام دیگه آبرویی نداره. آقای ابو بکر البغدادی چون عربه، چون عربی رو خوب میفهمه، چون قرآن رو خوب میفهمه، چون کتاب رو در باره محمد رو خوب میفهمه، بهتر از همه فهمید. همون شیوه محمد رو در پیش کرد، اسیر میگیره یا میگه پول بدید تا آزاد چون کنم یا میکشه. در قرآن، من الان اینجوری حاضر حضر نیستم بگم، ولی یک جایی هست که آقای محمد میگه اسیر گرفتین اونها رو محکم ببندید، بیارید اسیر ها رو اگه پول خوبی دادن نمیشون کنی. همین کاری که بغدادی میکنه بگه خواهی. اسلام حقیقا اینه. نتیجه این شد که این گروهی که پناه میبرن به اروپا، یه بعضی کشورها میگن ما مسلمان ها رو نمیپذیریم، غیر مسلمان ها رو میپذیریم، حقم دارن. مسلمان ها میرن جا میگیرن، پا میگیرن، فلا میکنن، یه مسجد درست میکنن، یه بر علیه اون رژیمی که توش هستن، اون کشوری که توش هستن سخنرانی میکنن. بعد میان مسجد جا نداره، نماز جمعه میکنن، نصف مردم میرن تو خیابون راه بندو میشه. همین توی اوستان، که شهر اوستان واقع در ایالت تگزاس که من دارم میکنم، یه دونه مسجد پاکستانیه که من خودم دیدم. این در واقع براتون بگم کجا هستش، حالا که شما که نمیدونه دیگه، خیابان فاندرین پشت بانک آف امریکا، اون حدود میشه بین فاندرین و هیلکرافت تقریبا، یه همچی جایی. الان دقیق آدرس رو نمیدونم کجاست، ولی جلوش خیلی رد شدم. برحال عبدالر و هیلکرافت بهش راهه، توی کوچه فرعیه، توی خیابان فرعیه. ولی وقتی زور جمعه میشه، حالا میگیم چه از من رو تو چه رفتی اونجا چه کنیم، من برایشون فایر سیستم گذاشتم، یعنی آشپزخونه دارن، من برایشون آشپزخونه شون فایر سیستم گذاشتم، از این سیستم هایی که اگه آتیش بگیره اوتوماتیک خاموش میکنه آتیش رو. به این دلیل چند دفعه رفتم قرارداد بدارم، پول بگیرم، فلان کنم، فلان کنم، رفتم اونجا دیدم. آه روز جمعه که میشه، خب روز جمعه ما که تحصیل نیستیم، اونا نماز جمعه، روز جمعه که میشه تمام خیابون فرعی اصلا اون بغل بسته میشه. البته میگم توی کوچه های فرعی ها، توی خیابون نیست، مثلا خیابون اصل شهر بسته میشه، ولی کوچه هایی که اتومبیل من رفت آمد دارن، اونا خیابون های فرعی هستن، اونا بسته میشه. خب این چه چیزی داره، چه لطفی داره برای اون کشور که این اتفاق براش بیفته. ببینید بعضی میگن که این کارهایی که شما میکنید، یعنی من و اون عده دیگری که بیداری اسمشون نوشته، من دیروز خوندم، یه بار دیگه میخونم براتون، که کیا این کارو میکنن، کیا روشنگری میکنن، کیا مردم رو از خرافات نجات پیدا میکنن. ببینید خانم آقایون، این خرافات دیگه، اول انسان‌های اولیه، ولتر میگه، میگه اولین شیاد که در جهان و اولین ابلهی که رسید دین پیدا شد. حالا چه جوری شما اینکه چه جوری شیاد ابله یعنی چی؟ براتون توضیح میدم. فرق کنید انسان‌های اولیه که تو قاره و تو جنگل های اینا زندگی میکنن و وسایل اینا چیزایی نداشتن، همونطور چی بودن، خب یه دفعه میگن مثلا رد و بخش شد، میترسه، یکی میترسه، ابلهی که میترسه، چون رد و بخش اون کاری نداره، صداییست و بارونیست. شاید بهش میرسه، میگه میخوای رد و بخش رو تموم کنم؟ میگه تموم کن. میگه چی میبین؟
بعد یه چیزی به من بده میگه باشه، میگه شاید میگه حالا هر چی من میگم انجام بده. دستات اینجوری کن، دم 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 دم، حالا بپریم باید بپریم، باید برو جلو بیا عقب، دنبالش همه این کارا میکنم. بعد خب رعد و برق تموم میشه، تموم میشه، میگه خب بده دیگه، دوتا مرغی خروسی گندمی چیزی به من بده. من بچه بودم خود دقیقا میادم خورشید میگره به ما میگفتن برید پشت بوم به قاب به دیک و دیک برای اینا قابلمه ها بکوبید. من میگفتم یه دیکی به ما میدونه، ما رو یه اینو مثلا ملاقه میرفت اونجا میزنی بوم 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 بعد تموم شد این خورشید که رفتی پس اینجوری من این پایین آه، یعنی من بودم که رفتم زدم این خورشید گرفتگی تموم شد. خب خورشید در می آمد نمی فهمیدم خورشید چیه، غروب میکرد نمی فهمیدم چی شد، از آقای محمد پرسیدم غروب چی شد، آیا بود که تقدم سوره کهف آیه 84 85 نباشه، گفت رفتن دنبال خورشید ببینن کجا غروب میکنه، دیدن توی یه چشمه که آبش تیره و گلالوده، هم سیاه هم گلالوده، رفت اون تو، رفت تو. یعنی آقای محمد مثل همه مردم فکر میکرد که خورشید بنزه تو به بسکته و میشه بره توی اون رو میزه، بهش وقتی نگاه میکنیم اینقدر دیده میشه، بزرگتر از این دیده نمیشه. ما بزرگی خورشید رو نمیفهمیم، همونطوری که بزرگی این ستاره هایی که تو آسمون یه نقطه رو نورانی هست، خب ما هیچ وقت بزرگیش رو نمیتونیم بفهمیم. بله بعد ما میگن که شما این همه میگی اثر نمی کنه، در حالی که اثر میکنه. ببینید مردم اون یه زمانی مثلا یک رودخونه رو میپرستن، الان هم در دوستان یه رودخونه رو میپرستن، مردم یه دهی موشی میپرستن، یه دهی میمونی میپرستن، یه دهی گاو میپرستن، یه دهی یه مجسمه درست کردن، اون مجسمه رو میپرستن. خب این مجسمه که خودتون درست کردید که چیزی که خودتون درست کردید، بعد یه آدم شیاد اومد گفت خدا تو آسمونه. حالا این آسمونی که من نشون میدم، اگر مثلا فرض کنیم که خواهر من یا مثلا پسر عمه من یا همسایه من تو ایران آسمون نشون بده، ایلری نشون میده، آسمون من با اون فهم کنم، خدای اون اون بره، خدای من این بره، هر دو فکر کنم خدا بالا سر اونه، ولی بالا سر اون با بالا سر من فرق داره. بعد من گفتم اونجاست جهنم داره، اگه به حرف من گوش ندی میره تو جهنم میسوزی، چاره ندارم باید به حرف تو گوش بدم دیگه. هی هم میگه جهنم، بعد آتیش داره، مار داره، عقرب داره. آخه مرد حسابی اون عقرب و مار تو اون آتیش نمیسوزن اونا خودشون؟ سیخ داغ به فلان میکنن، آخه اونی که میخواد سیخ داغ به من فلان کنه اون خودش نمیسوزه تو اون آتیش؟ آتیشه بعضی ها رو میسونه بعضی ها رو نمیسونه. آخه اگر من بدم، کار خلافکارم، اگه مشروب خورم، خدا میگه نباید مشروب بخوری، اگه مشروب بخوری در اسلام شلاق میخوری. اولا خدا چرا به موسی و گفت شراب بخورید؟ همیشه در کتاب چی میگه که جشن درست کنید و غذا بره بکشید و شراب بخورید، همیشه بره بکشید. موسی هم که عیسی هم که با حواریونش دوازده تا یارانش شب آخری که فردا میخواستن بکشنش داشت نان شراب میخورد، پس اونم که شراب میخورد به من میگه نخورم، اگه بخوری میسوزی منه. خب آقای خدا اگه میخواستی من نخورم یه کاری میکردی که من بدم بیاد، مگه نمیتونستی کار کنی من بدم بیاد؟ برای تو که کاری نداشت که. آقا من این آب میوه رو، آب میوه رو میذارم تو اتاق، بعد میرم میبینم کف کرده درش پریده هوا، میخورم میبینم یه ذره مزه شراب میده، من شرابش کردم؟ آقا خدا من اینو شراب کردم؟ من که نمیتونم اونو شراب کنم که، تو شرابش کردی.
من چرا آب قند بذارم چرا شراب نمیشه؟ شما قند و شکر بذارید تو آب حتی قبل بذارید شراب نمیشه، مگر اینکه تو کار کنید یه ذره توش یست بریدید، خمیر ترشی که تو نون و یست فاده میکنن، یست میفروشن، ایست کلمش در زبان مختلف ولی همش ایسته یسته یسته این دوریه برحال میفروشن. خواهش شما یه قدر از این بریدید تو آب قند شراب میشه. خب مردم که اینو نمیدونستن که آب انگور رو میگه میخن میزنن توی خمره، در خمره هم با گل میبستن، یعنی با گل میبستن یه پارچه میذاشتن روش، روش پارچه رو گل میزدن. برای چی گل میزدن؟ برای که اون تو که گاز کربونی که تبدیل بفتولی میشه گاز کربونی که بتونی بیر بیرون، چون میدونی که گل خب معلومه که یه گاز ازش عبور میکنه دیگه، نمیذاشتن نمیرفتن که در خمره رو مثلا چرم بذارن تسمه ببندن محکم ببندن، نه یه پارچه میذاشتن یه گل میذاشتن. خب میرفتن آه من آب انگور روشتم تو خمره درشم پارچه روشتم گل گذاشتم رفتم، بعد نمیدونم این شراب شده. کی شراب کرده؟ من که بلد نیستم، کار نمیتونم کار بکنم که. برحال حالا این بگذاریم، بعضی هم میگن که این حرفایی که شما میزنید اثر نداره و بی خودیه، در حالی که اینطور نیست، بسیار اثر داره. من حالا اثر شو به شما نشون میدم، اجازه بدید بگم که کیا این حرفا رو میزنه که شما فکر نکنید من میخوام مثلا خودم بگم من این کاری کردم. بله اینجا نمشته که من نشون تو میدم، ببینید نمشته زندبادان در حال مبارزه جان برکفان. من الان بقیهش میخونم چند تاش میگوید. دکتر احمد ایرانی، هوشنگ معینزاده، این من یه بار دیگه اینها رو بخونم براتون، یه بار خوندم حالا دوباره میخونم، که وقتی میگم ما منظورم نه این که منه، منظورم کل تیمی که این کار میکنه. دکتر احمد ایرانی، هوشنگ معینزاده، دکتر مرتضی میرافتابی، دکتر محمد علی مهراسا، هومر آبراهامیان، آلفرد آبراهامیان، دکتر بهرام چوبینه، دکتر مهدی شمشیری، مهندس بهرام مشیری، مردو آناهیت، جلال ایجادی، میرزا آقا عسکری نامی، دکتر حسن رهنوردی، دکتر لطف‌الله روزبهانی، سرور سهیلی، اوه این خانم سرور سهیلی، نه همون که توی تلویزیون تو من گلایه کردم گفتم چرا خانم سرور نیست، پس هستش. دکتر علی سینا، مهدی خارزمی، امیل ایمانی، عبدالرحمن امیر فیض، پری صفصاری، امید امیدوار، پرویز نینویی، آریا داغری، علی فخردین، دکتر نیری، ناصر توکلی، ناصر توکلی هم آقای رئیس رادیو میگم، آرامش دوستدار، پریوش دیبار، دکتر علیرضا آثار، رضا ایرانی، دکتر فرهنگ هولاکویی، دکتر رضا آرلمبو، مهرنگی و جهانشاهی که توی ایتو برنامه گذار هستن، دارا لشکری، داریوش بینیاز، آزاده ایرانی، آبتین ساسانفر، آبتین آینه، سیاوش لشکری که خود همین مدیر برنامه، مدیر تلویزیون، مدیر مجله بیداری هستن، دکتر علی میرفتروس که مدت هاست از ایشان در صحنه مبارزه خبری نیست، دکتر اسماعیل خویی، ایشان هم نوک تیز حمله خود را بیشتر به آخونده میزند تا اسلام، و خوشبختانه تعداد زنده بادان رول افسانی است و کمبود جا اجازه نداد نام تعداد بیشتر رو بنویسیم، اینا که نامشون آمد بیشتر از دیگران فعال هستند. ببینید
مجله بیداری مجلس که حدود 20 سال منتشر میشه و اون 20 سالی که منتشر میشه آقای سیاوش لشکری این رو اداره میکنن، زحمت میکشن، البته تعدادی همکاران بهشون کمک میکنن، از جمله آقای محمد علی مهراسا که چندین صفحه مطلب همیشه این تو دارن، دکتر محمد علی مهراسا. منم مدت هاست که هر دفعه یه مقاله این تو دارم و خب خط این مجله ضد دینه، یه دین ها خرافاته، این پیغمبر ها یا شیاد بودن یا خیالاتی بودن یا آدم های خوبی بودن، میخواستن مردم برای درست ببرن، یه دروغ های گفتن دیگه. مثلا آقای ابراهیم خب دروغ قشنگی گفته، علق دروغش خیلی قشنگه، پسرش اسحاق یا اسماعیل برده که سرشو ببره، بعد هیچ کم کنجه نبوده که، بعد اومده گفته که من تا اومدم سر پسرم رو برم قربانی کنم چاقو کند شد، هر کاری کنم بدونی نشد. آقا با پیچکوش نمیشه آدم کنید، با چاقو کند نمیشه آدم کنید، ولی حالا برای نشده. بعد هم یه گوسفند بودن اینجا، فهمیدم که خدا میگه که پسرتو نکش، گوسفند رو کش، گوسفند رو کشتم. به مردم یاد داد که آقا بچه هاتون رو در راه خدا قربانی نکنید، گوسفند قربانی کنید. البته گوسفند قربانی کنید نفش برای آقای ابراهیم چی بود؟ ابراهیم تاجر گوسفند بود، ولی رو هرچی خرید و فروش گوسفند بیشتر میشد یه سود هم به اون میرسید دیگه، به این ترتیب بوده. حالا میگم من یه جای مستدل نخوندم، ولی میگن خانه کعبه محل گوسفندداری بوده. ببینید این مجله بیداری تلفنش هست، من همیشه میگفتم یک مدتی کوتاهی کردم نگفتم. ببینید تلفن مجله بیداری رو من میگم، 858، حالا یه جوری از من بگم که وقت اشتباه نشه، بله 858 320 2013. یه بار دیگه میگم، ببینید این شماره رو یادداشت کنید یا تو ذهنتون نگه دارید، زنگ بزنید، زنگ بزنید. همیشه آقای سیاوش لشکری یک چند تا شماره مجانی براتون پست میکنن، بعد اگه خوشتون اومد آبونه بشید که همیشه براتون بفرستن. هستش 858 320 2013، تکرار میکنم 858 320 2013. زنگ بزنید حتما براتون چند شماره رو مجانا میفرستن، بعدم حتما علاقمند میشید و کمک میکنید، کمک مالی میکنید، آبونه میشید. وقتی آبونه بشید خب شما یه پولی میدید و اون پول صرفه میشه که بیداری برای جاهای مختلف، در بخصوص در افغانستان بیداری بسیار عمل میکنه و خوب عمل میکنه و خوب کار کرده. ببینید در افغانستان یه تحولاتی بر علیه دین و تلطیف دین میشه، اینا بی اثر نیست. بیداری برای 100 نفر از بزرگان افغانستان، بزرگان مثلا رئیس برای 100 نفر از بزرگان افغانستان بیداری ایمیل میشه. خب اون 100 نفر برای یه دیر دیر میفرستن و خب خیلی میخونه. در ایران یکم مشکله، چون یکی از یاران بیداری در زندان الان، خب ایشون مقاله میدوش توی بیداری، بیداری رو تکثیر میکرد، این برابر پخش میکرد، مقاله مینوش، ایمیل میکرد، بالاخره گرفتنش، گرفتنش و در زندان دیگه، معلومی سرنوشش چی باشه. اینجوری همه در افغانستان اینقدر بگیره من به اصولت نیست و لذا در اونجا کار میکنه. امیدوارم که آقای سیاوش لشکری اینو برای تاجیکستان هم بفرستن. خب تاجیک هم البته تاجیک هم اشکال جیمی که خط فارسی نمیتونه بکنن. تاجیکستان چون مدت ها تحت سلطه شوروی بوده لذا خط روسی رو فارسی ها میدونن، منطقه فارسی به خط روسی میمیسن. مثل مثلا بعدی که تکس میکنن فلان میکنن، مثلا آقای پرویز من امروز نمیتونم بیام، فردا میام، این رو به حروف لاتین میمیسن، اونا اونجوری میمیسن. حالا برای میخواستم بگیم که اثر اینکه
بعضی ها فکر میکنن این کارا اثری نداره و این همه آدمی که اسمش خوندم بی خودی کوشش میکنن، من براتون دلیل میارم. ببینید شما یادتون هست مثلا 20 سال 30 سال 40 سال پیش میرفتیم مجلس ختم، یا آگهی ختم میدیدیم چگونه بود مجلس که میرفتی، مجلس ختم میرفتی اولش که نفر نوار قرآن برسونن و خلو منیا اینجور بر تو میخون که شما هیچی نفهمید، اون خود کم که خود بگو چه هیچی نفهمید. بعد یه مدر میشه یه جزوهای کوچولو کوچولو میدادن پخش میکنم هر کی میرفت بخون. خب طرف که نمیتونه اونو بخونه، اون بلد بخونه هم نمیفهمه که چی مونده، حالا که اینجور میگه بفهم خوبه. خب چه معنی میده، چه تظاهر درونی، چه فایده دیگه داشت؟ بعد اون نفر میرفت این چیزی رو بکن، بعد آگاهی میدادن انا لله انا الیه راجعون، مرحومه مغفوره خلاشیان جنت مکان روحش بده، لقاء الله پیدا است و در عالم لقاء الله در نزد خداوند در عرش کبریا به روز خوشی مشغول است. بابا اینا چیه؟ تو از کجا میدونی عرش کبریا؟ اون که گذاشتی تو خاک چه گذاشتی؟ چاله کمی گذاشتی روش خاک ریختی، چون رفت عرش کبریا؟ این که مرده که چون پاشد رفت؟ چون آقای امام علی یه شمشیر زن برقه سرش مرد، چطور دیگه اثری ازش نیست؟ حالا این یکی رفت لقاء الله، الله رفت رفت اونجا. حالا ببینید یک آگهی ختم، آگهی تشکر امروزه رو ببینید. نوشته که از وابستگان و دوستان عزیز که با مهر و همدردی و با حضور خود با ارسال گل پیام و به هر طریق دیگر در اندوه از دست دادن عزیزمان عباس قفاری ما را تسکین دادن صمیمانه سپاسگزاریم. اول اینکه قادر به قدردانی از محبت‌های شما نبوده این پوزش می‌خوایم. اصلا به خدا و لقاء الله و نه نتیجه اینه که مردم فهمیدن بابا یه نفر که می‌میره می‌میره دیگه، اسمش چه؟ تموم شد. یه وقتی مردی کجا میری؟ کموش دیگه من قبل دیگه به دنیا میام کجا بودم؟ هیچ جا نبودم دیگه. وقتی مردم دیگه هیچ جا نیستم دیگه، مردم دیگه. حالا یارو میگه که یه آدمی که عمرش عربی بلد نبوده که حالا مرده دم گوشش آیه میخونم میدار بشه یه لقب میاد چکم تو. مطلبی که میخوام بخونم با بیداری روش کنم. بله با منظره به آقای توکلی اینجا نوشته نامه های وارده. من یه تیکی از نامه ها رو میخونم براتون. نوشته شما مرا میشناسید، من یک ایمانیم که دیگر پایبند به ادیان نیستم، چرا که هر روز خدای جدید میآید و خدایان قدیمی را نفی میکند. اما اگر مجبورم کنند که باید حتما دینی داشته باشم، اهورامزدای زردشت را انتخاب میکنم تا به تاریخم، به زبانم و به غیرتم آسیبی نرسانند. جمهوری اسلامی تا زمانی که همه مردم را بیدین نکند پا برجاست. تنهای بختیاری و اولی هم باید تنهای بختیاری فعلا خدا با نیروی نادانی دینداران زنده است. اگر روزی برسند افراد آگاه جامعه بشری بیشتر از نادان شود یا نادانان شود، باز کنه که خدا به شدت خواهد ترکید. مومن
اصلا الله وجود دارد که بخشنده و مهربان هم باشد، که چه اصغری هست که الله تو اکبر است، زینت سمانی. آیا کمپین های گوناگون را مانند کمپین معترضین به ماه رمضان با کمپین معترضین به مراسم محرم و غیره دنبال می کنید؟ آری، دیدیم که کمپین اعتراض به ماه رمضان بالای 7000 عضو دارد. صفوی، دولت اسلامی ایران اعلام کرده است که در ماه مبارک رمضان جرائم به شدت کاهش می‌یابد. خوب توجه کردید، دولت اعلام کرده که در ماه رمضان جرائم به شدت کاهش می‌یابد. این سخن نشانگر آن است که مؤمنین ماه رمضان همان مجرمین ماه‌های دیگر سال هستند. رضا فضل‌الله می‌گوید واقعا توجه کنید، ماه رمضان جرم کم میشه. قیم میرسونه که مؤمنینی که در ماه رمضان روزه میگیرن و جرم میکنن همون مجرمین هم که در ماه دیگه سال جرم میکنن. پوزش اگر دیر به دیر تماس میگیریم اینجا همه گرفتار هستیم، دیگر زمانی نمانده است، بی‌حوصله شدیم. وضع از آن چیزی که فکرش رو بکنید بدتر است. مردم باید زودتر میفهمیدن که این رژیم برایشان رژیم نمیشود. به هزار که نوشته پوریا رفیعی، به هزار یک دلیل واقع بینانه و سودمند وصیت کنید پس از درگذشت شما جسدتون را بسوزانند، این کار به سود مرده و زنده شماست. خب یه مطلبی هم دارن که این دین مقدس که اینو میذارم بعد رفع دیگه براتون بخونم. دارم از آقای سیمون میگردنیان، ایشون مثلا گاهی برای من مطلب میفرستن، گاهی جوک میفرستن، گاهی اطلاعات میفرستن، گاهی هم یه ایمیلار میفرستن که اصلا نمیشه باز کردی، باز میکنی اینقدر کمرنگی که اصلا نمیشه خوب نوشتن. که این حرفا در باره مذاکرات ببخشید خایمانی است، دعوا سر لحاف ملا نصرالدین است. این مدت 37 سال امریکای جهانخوار دوست و هم رزم آخونده بوده است. بازی سر این است که آخون 37 سال دیگر سر کار باشد و ایرانیان تو سر خور توسط آخون که صدایشان در نیاورد در 159 صفحه از این قرارداد هیچ کجا صحبت از مردم ایران به عمل نیامده است. و یه جای دیگه نوشته که موضوع رو فهمیده باشید، امیدوارم موضوع رو فهمیده باشید. خاورمیانه دارد به کمک مردم دنیا، اینها همین خواب و خیالات است. بعد نوشتم که من اینطور فکر میکنم. آره نوشت بعد یه جشن نوشتن که صحبت مردم نیست که به هیچ مردم ایران باشد متاسفانه با تجربه 74 ساله شما یعنی من شک میکنم برای امریکای جانخوار مهم پول و قصف کشورهاست نه مردم امیدواره. خب این آقای میگه جان، یعنی آقای سیمون به من میگه که تو با سن 77 سال داری اشتباه میکنی. اولا که سن کسی که بالاست دلیل نمیشه که درست بگه که
بسیار ممکنه که مثلا فرض کنیم که یک جوانی که رفته فرض کنیم تخصص قلب رو دیده جراح شده فلان شده از این پزشکی که 30 سال پزشکی بیشتر بدونه، چون این یک چیزای جدیدی رو خونده که اون پزشکی که 30 سال پیش پزشک شده اون که اون چیزا رو نخونده یا شاید همونم رفته باشه خودشو به روز کرده باشه. ولی به هر حال سه دلیل به اصطلاح برداشت صحیح‌تر نیست. ولی آقای سیمون قربونت برم، یعنی تو میگی که پس ما به قول معروف قابلمه ایم دیگه؟ آخه 37 سال امریکا به آخونده دستور داد. آخه چجوری دستور داد؟ یعنی امریکا به آخونده دستور داد بیاید مثلا اون یارو دیپلماتای امریکایی رو بگید زندان کنید، چشاشون رو ببندید، دستاشون و پاهاشون رو زنجیر ببندید، اپلا بخوام برم بیفتن زمین بخندید بهشون. امریکا گفت این کار رو بکنید؟ گفت این کار رو شما بکنید؟ آخه عزیز من سیمون جون قربونت برم، 37 ساله که امریکا منافعی نداره تو ایران، 37 سال تمام هر چی که ایران داره که روس و چین و جاپن میخورن که. خب چه دستور امریکا داده به آخون؟ یعنی شما میگیم خامنه شب که میخوابه یا مثلا صبح کنم شه الو الو آقای امریکا آقای سیایه آقای من فلان بگاهد مرخیت امریکا امریکا دستور من چی بگم؟ اینجوری نیست خودمو دارم. ببینی آقای سیمون خواهش میکنم، آقای سیمون و دیگر آقایون خانمایی که اینجوری فکر میکنن، فکر میکنم ما همه هیچ کاری. ببینی امریکا و غرب به طالبان کمک کردن تا افغانستان رو از دست شورایی بیارن بیرون، به القاعده و بن لادن کمک کردن که بیارن بیرون. وقتی که اون تمام شد این آقا بن لادن که صاحب اسلحه و افراد و پول شد به خود امریکا در افتاد و بزرگترین عمل تروریستی تمام دوران کره زمین رو انجام داد. یعنی 4 تا هواپیما به مسافر به صورت بمب عمل کردن، 2 تا هواپیما پر از بنزین و پر از مسافر به تو برج دو قلو خود و هر دو تا برج خراب شده و در این جریان 3 تا 4 هزار نفر آدم کشته شده. البته شما اگر به حد کافی و غالب این بیماری دایده ناپلونی در شما رسوب کرده شد، سلوله مغزتون رسوب کرده شد، من هرچی سوهان بگیرم پاک کنم پاک نمیشه. شما فکر کنید که اون بمبگذاری کار خود امریکا بود؟ خود امریکا 16 تا جوان عربستان سعودی رو که یک رقم اون 15 تا 16 تا جوان عربستان سعودی رو آورد گفت برید این هر کدوم تو سوار 4 تایی سوار یک هواپیما بشید، 5 4 تایی سوار یک هواپیما بشید، این هواپیما رو بزنید به اونجا، هم خودتون رو بکشید هم مسافرها رو بکشید هم همه مردم اونجا رو بکشید. خواهی این فکر میکنید خب من دیگه نمیتونم با شما کار بکنم. اگه شما فکر میکنید خود امریکا بمب گذاشتن اون ساختمون، پس اون هواپیمایی که خود اون چی بود؟ مگه فیلم بشه ندیدی؟ هنوز هم شاید بدونی سایتی رو دارید بتونید این فالم فیلم رو بینید. اگه شما فکر کنید اینا کار خودشونه، خب آقای جمعی من کاری نمیتونم در مورد شما بکنم. آقای سیمون عزیز امریکا رفت امریکا بود به نظر من دلیل ندارم جایی ننوشت، به نظر من امریکا و عربستان سعودی و ترکیه و امارات و به خصوص قطر رفتن این داعش و گروهش رو درست کردن. گروه داعش هم سران داعش با جنرالهای عراقی به سادگی آقای بوش توی زندان بودن و اینا در چند سالی که در اون زندان بودن به همدیگه یاد دادن، همدیگه شناختن، فهمیدن. آقای البغدادی اومد به کمک این 4 تا کشور اومد رو کار، گفت من به نفع شما کار میکنم. اونا نفعشون چی بود؟ اونا نفعشون این بود که کشور خاورمیانه تجزیه بشه. میدونید وقتی که کشور عراق به 3 تا کشور کوچیک تقسیم بشه خب بهتر میتونن به اون 3 تا کشور کوچیک مسلط بشن دیگه. وقتی سوریه به 4 تا کشور کوچیک تبدیل بشه بهتر میتونن مسلط بشن.
اگر ایران به 5 تا کشور کوچکتر بشه بهتر میتونه مسلط بشه به هر کدوم. همچنان عربستان سعودی، البته عربستان سعودی فکر میکنه که مثلا اون دارو یارو آقای خمینی مثال میزد، گفتش که دو جور آقای خمینی مثال زد، یکی گاو قرمز و سفید و سیاه بود که یارو مثلا شیوه میگه اول این میکشیم بعد اون، یکی اون گفت سه نفر عامی و سید مولا توی باقی دوزی میکردن، صاحب باق رسید گفت این آقا که سید اولاد پیغمبره، اونم که ملاست، تو چرا بازی میکنی؟ شروع کرد اون یکی رو زدن دستاش بستن. پس که این یکی رو زد به ملاه گفت ببین ملا، این آقا که سید اولاد پیغمبره، تو که ملایی باید خوی رو من رو یاد دیدی، تو چرا بازی میکنی؟ اونم گرفت زد دستاش بست. بعد رسید به سیده گفت پدر سید اولاد پیغمبر دوزی میکنی، اون گرفت زدش. حالا تیکه تیکه نه، اول با این هم دست میچه اونو میزنی، بعد با اون هم دست میچه اونو میزنی، اینجوری. حالا اگر امریکا به کمک داعش قصدش این بوده که هست که عراق و سوریه تیکه تیکه بشن، خب آقای عراق و سوریه بعدش نوبت خودته، چی فکر میکنی؟ تو بونی عراق و سوریه همشون پرنس هستن و پرنسس هستن، همشون نوادگانه نمیدونم فلان پادشاه هستن، آل سعود هستن. خب بقیه جمعیت چی؟ اونا قیام میکنه، اونا آزادی میخوان، زنها میخوان حق رانندگی بشون، حق کار بشون، حق رأی بشون. یه تحریک بکنن چهار تا سی ان ان و فلان و فلان بگن دو تا زن اونجا قهرمان بشن، دو تا زن یه کار بکنن، یکیشون کشته بشه، یکی زندانی بشه، عکس بگیرن که چجوری اون زنه رو کشتن به خاطر اینکه ما آزادی میخوام، توی رسانه بزنن عربستان تکون میخوره. حالا به هر حال ببینید، همین برداشت همینه گفتم آقای سیمون جان، این داعش به کمک امریکا تشکیل شد، الان مخالف امریکا داره با نیروهای امریکا میجنگه، الان داره امریکا اونجا رو بمباران میکنه. یعنی شما میگید که داعش به اینا پول داد، امریکا به اینا پول داد، گفت برید آدم بکشید، برید اسیر بگیرید، بگید بکنید زنه مردم رو ببرید بعد بفروشید، بعد این کارها رو بکنید، مردم رو بکشید، بعد هم اونجا بایستی همونجا بایستی تکونه خورد، ما به هوام هم اینا با میزنه رو سرتون. این باورها رسوب هاست، رسوب ها رو پاک کنید. آقای سیمون جان عزیز، آقای کارتر به آقای خمینی 150 میلیون دلار کمک کرد، درست، و همه این کشورهای بزرگ دسیسه کردن، گفتن خمینی قدیس، خمینی مهاتما گاندی. من براتون خوندم در کتاب دامگه حادثه، آقای سنجابی یه نامه به شاه التماس‌آمیز نوشته، کپی نامه رو دارن یاران خمینی، میگه اگر هر غیر از دستوری که بدین بکنی این نامه رو منتشر می‌کنم. یعنی منی که مثلا فرض کنیم که یک عمری فکر کردم مصدق خوب جبهه ملی خوبم فلانم، وقتی آقای سنجابی میگه زنده باد خمینی، تردید میکنم، شک میکنم به باور خودم، میگم این یک عمری مرد سیاسیه، باید بهتر هم بدونه، اشتباه دیگه نکنید، هیچ وقت این فکر نکنید اون یکی مرد سیاسی باید بهتر بدونه، فکر خودتون رو دنبالش برید. خب آقای خمینی گل زد، همه امریکا رو گل زد، اینقدر گروگانه میگردش تا دموکرات ها و کارتر سقوط کردن، بعد آزاد کرد. اول اخی این دلیل نمیشه که یه نفر قرارداد بست همیشه پای قراردادش باشه، که خمینی گفت باشد همان چند باشد که شما گفته باشید، ما نفته به شما میدیم فلان، اینا زد زیرش. ها داعش گفت آقا من این کاری که تو میگی میکنم، الان داره میجنگه، شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید یه نفر یه روزی گفت باشه؟ همیشه آقا 37 سال آخونده بودن، حالا این قرارداد رو بستن که 37 سال دیگه آخونده باشن. اتفاقا با این قرارداد آخونده میافتن آقای سیمون. من به قول معروف این خط اینشون بذاری یه سال دیگه بگذاره، مردم آنچنان در علیه آخونده تظاهرات بکنن که پشتشون بلرزه.
یا آخونده دیگه موندنی نیستن، یا اون قاسم سلیمانی یا یکی دیگه کودتا میکنه حکومت از دستشون میگیره، یا مردم بر علیه شما میشن. و این دفعه که مردم بر علیه شما باشن ایده زیاد در نیروهای پاسدار و بسیج و لباس شخصی هم به مردم خواهند بود. بلکه آقای خمینی، آقای خامنه‌ای میگفت هر کس با امریکا حرف بگه بگوید که میخواییم مذاکره کنیم، یا توهم برداشته است، یا دشمن ملت است، یا عقلش نمیرسد. حالا رفت صحبت کرد، حالا تازه میگه که ما خودمان قبل از اینکه آقای روحانی نخست رئیس جمهور بشوند، ما خودمان با امریکا در حال مذاکره بودیم. حالا تازه میخواد گل بدن که آقای روحانی میگه سه تا گل زدیم دو تا گل خوریم، اون گل تا الان میگم مذاکره، تا الان میگم مذاکره بکنید، ولی من به امریکا اطمینان ندارم. حالا میگه ما خودمان داشتیم از اول مذاکره میکردیم. خب این داره که من برای شما میگم، اون پاسدارم اینا رو میبینن میفهمن دیگه. میگم آقای رهبره اینگار از دستش در رفته، این دیگه نمیتونه. آقای پرویز ثابتی که به نظر من خیلی مدیر کل ساواکه و بسیارش دیگه درست میگه، بسیارش دیگه درست میگه، میگه انقلابی که شاه کرد، انقلاب 23 بهمن، انقلاب سفید، گفت انقلاب شاه مردم، اون انقلاب شاه بود. و این انقلاب 57 انقلاب شاه و مردم بود. شاه ول داد، یعنی قید بنده رو برداشت، مردم خودکشی کردن. شاه ول داد، مردم خودشون کشتن. و این شد انقلاب بعدی. خب یک ایمیلی از برای من رسیده. من باز زنگ تفریح چیکار کنم؟ این ایمیل رو یه بخشش بخونم بعد برم سراغ زنگ تفریح. من این ایمیلی که گرفتم عنوانش نوشته که جنایت های آن پدر و پسر. من بهش خودم لرزیدم، گفتم چه جنایت هایی کردن اینا؟ این همه بدبخت ها سازندگی کردن، هم پدر هم پسر جانشون رو برای ایران گذاشتن، هر دوشون مرگ شدن، هر دوشون ما مردم ناسپاس ایران بهشون پشت کردیم، به هر دو، هر دو در غربت و در رنج و عذاب و اینها دقمرد شدن، مردن. هر دوشون هم اشتباهاتی داشتن، مسلمه. این کسی بگه این فلان کسی اگه اشتباه نکرده حتما یا اون طرف بی خودی میگه یا اطلاع نداره یا برام نمیشه. حالا من اینو خوندم، بعد ببینید حالا نوشته چی ها نوشته. حالا من نمیتونم همش بخونم، وقت نیست. نوشته که کاوش علمی تخت جمشید 1310، ساخت آرامگاه فردوسی 1312، برگزاری هزاره فردوسی 1313، تأسیس فرنگستان ایران 1314، موزه حضرت معصومه 1314، ساخت موزه پارس شیراز 1315، ساخت آرامگاه حافظ 1315. ساخت موزه ملی ایران 1316، تأسیس کتابخانه ملی، دیگه تاریخش نگم، انجمن احیای آثار ملی، افتتاح اردوگاه رامسر، ساخت آرامگاه سعدی، انجمن ملی حمایت کودکان، ساخت آرامگاه پورسینا، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، برگزاری آیین هزاره پورسینا، کانون کارآموزی کشور. فقط من در این توضیح بدم، 1357 کانون کارآموزی کشور، کانون کارآموزی کشور. ما در کشورمون رسم این بود که یه میخواست نجار بشه، این میرفت شاگرد نجار میشد، بعد یه مدتی نجار میشد، هر که این نجار جایی بلد بود از اون اوستا شاید گرفته بود، هر چی که اوستا بلد نبود اینم یاد نگرفته بود. خب یک کانون کارآموزی گذاشتن، گفتن هر کس میتونه بیاد این کانون اسم بنویسه، مجانی بهش یاد میدیم. نمیدونم مثل که حقوق هم میدادن که نجار معمولیه بره اونجا بخونه بشه نجار درجه 3، بیشتر بخونه بشه نجار درجه 2، بیشتر بخونه بشه نجار درجه 1، بعد این گواهینامه داره من نجار درجه 1 هم،
یه جایی میخوان استخدامش کنن یک مدرک داره که این مدرک از یه جای معتبری اومده، کانون کارآموزی. در سوئد یک جایی بود به نام آمو سنتر، همین کار میکرد. یعنی مثلا فرض کنید که شما تو سوئد زندگی میکنید، مثلا فرض کنید که چی بود، پرستاری، خسته میشه پرستاری، میگی من میخوام برم مثلا فرض کنید بقال بشم، میرید یک تو آمو سنتر اسم نیسید، وقتی آمو سنتر اسم نیسید رو بایتون میدن، حقوق یک کارگر بهتون میدن، حقوق یک کارگر برقکار بهتون میدن. مثلا شما میدین اونجا برقکاری رو میخونید به دقت، اصولی، صحیح، حالا مثلا دوره 6 ماه، یک سال، یک سال و نیم، دو سال میگذرونید، وقتی گذرونید بهتون یه مدرک میدین که شما برقکار هستید، حالا میتونید یه دو به عنوان برقکار استخدام بشید. این رو در ایران تأسیس کردم، بسیار کشورها ندارن این همچین چیزی رو. ایجاد سپاه دانش، بنیاد فرهنگ ایران، مرمت تخت جمشید، آموزشگاه نابینایان پهلوی، انجمن ملی روابط فرهنگی، ساخت تالار روندکی، تأسیس وزارت علوم، ساخت تئاتر شهر تهران و بسیار، حالا اینا که راهن سراسری نمیدونم، بسیار چیزهای دیگر هست که ساخته شده. من اینا رو بخونم، بیشترش اینا در آخرش بیشترش میشه به دانشگاه. من یه صفحه دانشگاهاشو بخونم، همش دانشگاه، ساخت دانشگاه در این تاریخ، در فلان شهر، در فلان شهر. دانشگاه تبریز 1325، دانشگاه هنرهای زیبا 1328، دانشگاه جنبیشاپور اهواز 1334، دانشگاه جنبیشاپور اهواز ساخته شد. آقای سربی دفعه پیش اومدن اون خط، من گفتم که میگه نه غیر از آقای سربی چند تا صاحب رسانه ها اومدن، گفتم که آقا در قبل از رضا شاه تعلیم و تربیت اینطوری بود که همه جز رو میخوندی تو مکتب خونه، تموم میشد، از مکتب خونه فارغ التحصیل میشدی، میرفتی سر کار، خوندن نوشتن یاد گرفته بودی. اگه میخواستی ادامه بدی یا باید میرفتی حوزه علمیه، اگه پول نشه حوزه علمیه، اونجا باید یه اتاق میدونن، با یه نفر دیگه هم اتاقی میشدی، یه پول هم باید میدونن، مثلا فرض کنی که ماهی 50 دلار باید میدونن، باید با اون پول زندگی کنی، بعد بری درس بخونی، صبح بری توی آخونده که کلاس داره اونها کلاس گوش بری، بری درس بخونی، بعد حالا دیگه بر حسب کشش دیگه، بر حسب قدرتت، بری تا چه حد در این علوم میری بالا، یا باید پدر مادرت پولدار باشن برای تو معلم سرخونه بگیرن که باید بهت درس بده. ولی رضا شاه اومد تخت سیاه و نیمکت و نیز و آورد و مدرسه درست کرد و کتاب تاریخ و جغرافیا و علم الاشیاء و فارسی و نمیدونم اینا را آورد، درس داد گچ و تخته، یعنی این سبک آموزش پرورش غرب را آورد در این رایج کرد. آقای سالی گفت دانشگاه جنبیشاپور بوده، از عزیز من دانشگاه جنبیشاپور در زمان شاپور ساخته شد، خب یه چند سالی بود بعد این رفت. ببین اینجا نشته دانشگاه جنبیشاپور اهواز 1334، یک دانشگاهی رو نه در محل اون جنبیشاپور قدیم که خراب شده، در اهواز در یه جای دیگه یه دانشگاهی ساختن به اسم اون دانشگاه قدیمی، یه اسم روشن دانشگاه جنبیشاپور، مثل اینکه مثلا در فرض کنیم که رشت یا مثلا در قم، چون خواجه نظام الملک قومی بود، در خواجه نظام الملک یک مدرسه دانشگاه نظامیه قم بسازن. این دیگه خواجه نظام الملک ساخته که، این رو پهلوی ها ساختن، منتها به افتخار نظام الملک اسم روشن دانشکده نظام الملک یا نظامیه که به اسم اون باشه. آقای سربی هی اصرار داشت که نه تعلیم و تربیت، البته با گفته های آقای دکتر نصر احمدی رو تکرار میکنن اینشون دیگه، که آقا اینجوری بوده، اینجوری بوده، اینجوری بوده، مدرسه اونطوری بوده، خلاصه حرفا منو نفی می‌کردن.
بعد آخرش یه دفعه درستون درفت گفت پدر من از مکتب خونه فرار کرد. خود آقای سوربی که میگفت مدرسه بود قبل از این پهلوی ها مدرسه بود و همه چی بود و دانشگاه بود و همه چی بود، خود ایشون گفتن که پدر من از مکتب خونه فرار کرد. خب اگه مدرسه بود پس پدر شما چرا میره مکتب خونه؟ پس زمان پدر شما مدرسه نبود میره مکتب خونه. برحال خیلی متشکرم که این آقای اسمشون یه بار دیگه بگم، آقای احمد انصاری از آلمان. خب از من چرا این ننوشید جنایت ها؟ از اولیش منوشید خدمات شما که منم دوچاری گیت شد نشم. چند دقیقه بیشتر نمونده و من دارم ببینم که پیدا میکنم اون کاغذی رو گذاشتم برای زنگ تفریح یا نه. بله پیدایش کردم. خود آقای سیمون یه مقدارش برسودن. اگر کسی با تو نامهربانی کرد تو مهربان باش، اگر بیوفایی دید تو وفادار باش، اگر دروغ شنیدی تو راستگو باش، اگر بدی کرد تو خوبی کن، با دشمن دوستی کن، همینطور بعد اینش که همینطور خنگبازی در بیار تا منهدم بشی به امید خدا. میدونی این چی؟ یعنی دروغ باید گفتن راست بگو، دشمنی کردن تو دوستی کن، همین کار رو بکنی خب منهدم میشی به امید خدا. با قول یارو نوشته که شیر روزی 18 ساعت استراحت میکنه و الاغ روزی 18 ساعت کار میکنه. اگر کار زیاد باعث موفقیت میشد الان سلطان جنگل الاغ بود نه شیر. بعد البته آخرش نوشته که اینو گفتم برای الاف بودنتان عذاب وجدان نداشته باشید. اینو گفتم برای که برای الاف بودنتون عذاب وجدان نداشته باشید. بعد نوشته که اصلا زن ساخته شده که برای ناز کردن، برای گیر دادن، برای قور زدن، برای حسادت کردن، برای دوست داشتن. مردم آفریده شده که برای گند زدن به تمام این احساسات. یکی از عجایب جنگل های مازندران اینه که هر چقدر به اعماقش میری به جای پلنگ امامزاده پیدا میکنی. میدونی یعنی چی؟ یعنی جایی که پلنگ هم نمیتونه بره علمای اسلام رفتن. حالا در یه جایی بودیم یه دهی نشسته بودیم بعد جوک میگفتن در مورد کامپیوترشون لپتاپ فلان میان از روی اینترنت جوک ها کلکشون تو کنم ست جوک بودن من یادم نمون ولی این دوتا شی یادمون برات میگم. یکیش گفتش که از طلبه پرسیدن نظر شما درباره لیوان یک کاغذی یک بار مصرف چیه؟ گفت والا خیلی لیوان خوبه، من الان یه سال دارم ازش استفاده میکنم. بعد از آخونده دچار اشکال روانی میشه میره دکتر روانشناس. روانشناس میگه که حاج آقا شما هیچ کس تو فامیلتون از دیوانگی رنگ میبره؟ آخونده میگه نه اتفاقا هم راضی هم از کارشون لذت میبرن. بله خب این هم برنامه من به پایان رسید. خیلی چیزای دیگه داشتم که نتونستم بگم، وقت اجازه نداد. خب من از آقای امید امیدوار که در اتاق فرمان لطف کردن این برنامه رو از اتاق فرمان فرستادن برای همه سپاسگزارم. از آقای ناصر توکلی که برنامه رو همزمان پخش کردن سپاسگزارم. همینطور از آقای پارسا سوربی و همینطور از شما عزیزان بینندگانی که اگه شما نباشید از این برنامه به درد نمیخوره سپاسگزارم که این یک ساعت و نیم رو با من بودید اجازه دید من به خونه های شما بیام. سپاسگزارم. دستتون رو با صمیمیت
میبوسم میفشارم و براتون شادی و پیروزی تندرستی آرزو میکنم. شما رو به خرد خودتون که همون خدای خودتون همون خرد خودتونه میسپارم.